سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان عزیز ما در طول روز گذشته یک گزارش رو با هم کار کردیم در خصوص ابراز نگرانی غربی ها درباره اینکه ممکن هست نظم هسته دنیا به هم بریزه حالا حرف حسابش چیه این گزارش بخش اولش رو با هم مرور کردیم گفتیم که چیا داره میگه در بخش دوم گزارش خلاصه حرفی که میخواد بزنه اینه میگه ایران چین روسیه کره شمالی اینا میگن ما با نظم کنونی دنیا مخالف هستیم و ممکن هست توی داستان هایی که براه انداختن بخوان در نظم بعدی دنیا اینا کاری باشن اینا اگر اتمی باشن خطرناکه ما باید جلوگیری بکنیم که چه اتفاقی گفته که اینا آدم نکشن اینا کسی رو پودر نکنن اینا... نه میگه اینا باید فرمان بردار باشن کشورهای این شکلی باید نظم باید دست ما باشه پس ما باید تلاش بکنیم اینها رو که در حوزه هسته چیزایی در زن دارم به چالش بکشیم بریم گزارش با هم بخونیم ببینیم که چه چی چیزایی داره اتفاق میفته ابتدای گزارش البته ابتدای بخش دوم گزارش من گزارش بخش اولم که خدمت شما ارائه دادم سعی کردم یه جوری توضیح بدم که دو تا قسمت به هم مربوط نباشه یا بذارید بگم دو تا قسمت بدون هم دیگه هم مفهوم داشته باشه باز اگر دوستان تمایل داشتن بخش اول رو حتما بهش یه داشته باشه میگه مجموعه گسترده بازیگران مخالف نظم بین در حقیقت حفظ هنجارهای مربوط به سلاح ای را بیش از پیش مهم کرده است ساده بخوام بکنم میگه وقتی کشورهای مثل چین، ایران، روسیه، کره شمالی با نظم کنونی دنیا مخالفن و تعدادشون داره بیشتر هم میشه ما باید یه راهکاری پیدا بکنیم که این راهکار اهمیت هنجارهای ای رو حفظ کردنش رو رعایت کردنش رو در دنیا بیشتر بکنه چرا چون اگه اینا به زیر سال قبهش بشکنه کشورها به این جنبندی برسن باید سلاح هستی داشته باشن مخالفان نظم داشته باشن نظم دنیا براندازی میشه و این اون چیزی که ما نمیخوایم به سمت شرکت بکنیم دو سه تا مثال زده گفته که 2014 رئیس جمهور چین تاکید کرده که چین تحت رهبری او برای آینده نظم بین المللی رقابت میکند میگه گفته من میخوام نظم دنیا در اختیار ما باشه ما این نظم داشته باشیم و اتحادها نهادها و اصولی را به چالش میکشد که ایالات متحده برای شکل دهی به نظم بین المللی مدت مدتها با آن تکیه کرده میگه پوتین هم اومده همین رو گفته رئیس جمهور روسیه هم خواستار ایجاد نظم نوین جهانی منطبق با منافع خودش شده بعد میگه همانطور که قبلا به این اشاره کرده بودیم ایران، کره شمالی، روسیه، چین به طور فزاینده در یک محور تحول و دگرگونی شدید سیاسی با هم همکاری می کنند که به موجب آن همکاری رو رشد میان چهار کشور با مخالفت مشترک آنها با نظم جهانی تحت سلطه غرب تقویت می شود. تضادی که ریشه در این باور دارد که آن سیستم به آنها موقعیت یا آزادی عملی را که شایسته آن هستن فراهم نمی میگه این چارت کشوری که دارن با هم همکاری میکنن خب خیلی در دنیا همکاری میکنن اینا هم با خیلی همکاری میکنن میگه همکاری مشترک چارتا از این جهت هستن که که اینا میگن نظم دنیا نیازهای ما رو برآورده نمیکنه پس ما با این نظم مشکل داریم آقا چرا این نظم حق اینا رو نمیده که اینا با نظم مشکل نداشته باشن الان چرا مثلا ایران از کشورهای غربی تحریمه نه خب ببین تو کشور خوبی نبودی تحریم باش من از رژیم سیونسی که چل هزار آدم کشتم من بتر بودم من از عربستان سعودی این همه جنایت کرد توی یمن من از این بدتر بودم من از کشورهای رفیق آمریکا در منطقه غرب آسیا که یه دونه انتخابات برگزار نکردن دموکراسی کجای داستان شما از اینا بتر بودم نه وقتی نظم دنیا خاصه های دیگرانی را نمی بیند آنها حق دارن که به آن چیزی که بهش میگیم عبور از این نزد و براندازی این نزد فکر کنند میگه مسئله اینه که اینا نگاهشون متفاوتتر این چهار قدرت به دنبال مخالفت با هر سه هنجار اصلی هستن هنجارهای هسته ای رو داره میگه که من دیگه از توضیح اینها عبور میکنم آنها برای دستیابی به اهداف منطقه‌ای و, و که خود با هم همکاری فشرده‌ای دارند همه مایل به تضیف نظم هسته‌ای برای انجام این کار هستند روسیه و کره شمالی هر دو در سالهای اخیر تهدید به استفاده از سلاح هسته‌ای کردند پوتین در سال 2024 گفته که شهرهای غربی باید متوجه شوند که ما سلاح هسته‌ای داریم میتوانیم اهداف را در قلمرو آنها هدف قرار دهیم رهبر کره شمالی هم گفته به طور پیشگیرانه از سلاح هسته‌ای استفاده خواهد کرد یعنی تهدید کرده طرف مقابل رو در کره جنوبی چین به سرعت در حال گسترش زرادخانه هسته ای است در حالی که با مذاکرات کنترل تسلیحات مخالف ایران هم هنجارها علیه اشاعه هسته ای را به چالش کشیده کجا به چالش کشیده ایران حالا درباره اونا حالا شاید درست یعنی اینا به چالش کشیده ایران دقیقا متحد بوده وقاحت رو نگاه بکنید میگه 2018 ما از توافق هسته خارج شدیم ایران اومده قنیسازی خودش رو افزایش داده پس نظم رو به چالش کشیده یعنی چی یعنی من با تو توافق میکنم تو بشین سر جاد. من میگم باشه هیچ مشکلی نداره من میپذیرم میپذیرم و تو از توافقی که توش به من گفتی تو بشین سر جاد خارج بشی و من هیچ کاری نکنم اینو چجوری من باید بپذیرم خودت اینو قبول میکنی میگه ایران با این مخالفت کرده 2018 پس ایران کسی که داره نظم هستی در حوزه جهانی به چالش میکشه عجب جماعات وقیه هستن بعد میگه کره شمالی همش اون چیزایی که برای اشای هسته‌ای محدودیت‌هایی هست رو از طریق خروج این کشور از ام و بعد از اون توسعه سلاح‌های هستی و فناوری موشکی آزمایش‌های هسته‌ای و سرپیچی از تحریم‌های بین‌المللی رد کرده کشورها به طور هماهنگ هنجار در برابر آزمایشات هسته‌ای به چالش می‌کشند. آشکارترین نقض اخیر از سه هنجار ذکر شده با آزمایش کره شمالی بوده حالا آخرش که داره میگه 2017 رو داره میگه فکر کنم خود آمریکا در سالیان اخیر فعالیتی در حوزه هسته‌ای داشته. حالا 2017 تقریبا 7 سال قبل داره میگه. برجد میگه از سرگیری آزمایش هسته‌ای به ویژه توسط کشوری به غیر از کره شمالی که به طور گسترده به عنوان یک کشور منظوی در عرصه بین المللی شناخته می هنجارها را تضریف می و نگرانی هایی را در مورد یک مسابقه تسکیلاتی به وجود می و این همه قدرت نمایی نظامی خطر شغلور شدن یک جنگ متعارف را که ممکن است به یک درگیری هسته‌ای منجر بشود افزایش خواهد داد درست میگه از جهتی این ترسان که که یک کشور هسته‌ای اگر وارد یک نبردی بشه این شکلی به نظر نمیرسه که شکست بخوره چرا این شکلی به نظر نمیرسه شکست بخوره چون جنگ متعارفه اگر تموم شد این شاید بره به سمت سیای نامتعارف کاری که آمریکایی ها قبلا یه بار در دنیا انجام داد این داره از این جد بشه اشاره میکنه یه نظم ای در خطر است و هیچ کشوری به تنهایی نمیتواند آن را حفظ بکنن پس آمریکا باید یه راهکاری پیدا بکنه میگه دو تا کار آمریکا باید بکنه میگه اول باید بره با کشورهای جنوب جهانی روابط خودش رو عمیق‌تر بکنه باشون رفیق‌تر بشه بعد میگه کشوری مثل مکزیک اومده اخیرا ابراز نگرانی کرده از اینکه روسا بخوان از سلاح هسته‌ای استفاده کنن بعد گفته ما نگرانیم از اینکه سلاح‌های هسته‌ای بخواد بیشتر استفاده بشه میگه از ظرفیت این میتونی استفاده بکنی بعد میگه با هندی ها باید صحبت بکنی هند خود سلاح هستی داره میگه با هندی ها باید صحبت بکنی که اینا بیان مثلا به این داستان بپیوندن که در دنیا یه موجی را بیفته قب ساخته بشه برای کشورهایی که میخوان برن به سمت سلاح هستی بعد گفته باید از ظرفیت خودت استفاده بکنی در ناتو هند و اقیانوس آرام برای اینکه هنجارهای هسته‌ای حفظ بشه چجوری باید استفاده کنی مثال زده گفته مثلا تو بیای از ژاپنی ها بخوای که این ژاپنی ها برن با بقیه صحبت بکنن که به عنوان یک کشوری که خودشون قربانی بمب اتمی بودن میگه آمریکا از ژاپن بخواد که ژاپن بره به بقیه بگه ببین من قربانی بمب اتمی بودم چقدر بد بوده شما بمب اتمی نخواهید و استفاده نکنید چرا حقیر حقارت آمیز همینی که دارم برای شما میگم میگه توی که بمب اتمی زدی تو سرش برو بگو منو نگاه کنید این کارا رو نکنید حالا خنده داریش میدونید کجاست این البته این شکلی که من گفتم تعریف نمیکنه این میگه توی آمریکا برو پیش ژاپن که متحدته بگو این کارا رو بکنه. خنده داریش اینجاست که داره از ژاپنی میخواد که ژاپن خودش دنبال بمب بود تا چه زمانی تا زمان این نخست وزیر قبلیه یادتون هست یه نخست وزیری داشت تو ژاپن یه آقایی بود زدن کشتنش هیچی دیگه دربارهش هیچکس نگفت خیلی شیک و مجلسی و رسمی زدن این آقا رو کشتن هیچ از در رسانه دنیا از این صحبت نمی‌کنه انگار اصلا این آدم وجود نداشته حتی مثلا یه هفته هم اخبار اومی، افکار عمومی دنیا درگیر این نشد همونی که نامه برداشت آورد ایران دیگه بالاخره یه آدمی یه جایی به رحمت خدا میره اونم در سطح مثلا نخست وزیر و رئیس جمهور و اینا حداقل یه هفته افکار عمومی درگیر درباره این خیلی صحبت شد. این آدم کسی که تو مصاحبه آخرش ببخشید تو مصاحبه آخرش نه توی یکی از مصاحبه های آخرش یعنی اون اواخر یه سری مصاحبه انجام داد توی یکی از این مصاحبه ها بر این تاکید کرد که ژاپن باید بمب اتمی داشته باشه و گفته بود یا به ما بمب اتمی بدید یا به اصطلاح خودمون اجازه بدید که ما خودمون بسازیم ما این امکانو الان داریم حالا کدوم ژاپن میگه من نمیدونم ولی میدونم خود ژاپنیا خود کره جنوبی و اینا هم تقریبا نگران همچین چیزی در این سالها بودن در نهایت اومده گزارش رو به اینجا رسونده که ما اگر به همچین سمتی حرکت نکنیم دنیا میتواند دنیای ترسناکی باشه دنیا الان هم ترسناکه دنیا همین الان هم ترسناکه آها شاید مثلا برای شما غربی ها ممکنه ترسناک بشه اینا اینا یه نگاهی اینا یه نگاهی برجت آن چیزی که من باید خدمت شما عرض کنم اینه ما در غیر قابل پیش ترین بازه زمانی در دوره که بشر زندگی کرده روی کره زمین هستیم غیر قابل پیش بشه به هیچ چیزی مشخص نیست در آینده پیش رو. واقعا یه سری از اتفاقات رو نمیشه پیش بینی کرد و از طرفی در ترسناکترین دوره هم هستیم در همچین دوره ای آنهایی که قوی نشوند محکومن به بلعیده شدن اینها رو نگفتم به اینجا برسم که ایران باید قوی بشه این دفعه حرف ما عوض میخوام بکنم اینها رو گفتم به اینجا برسم که باید از قوی شدن کشورتون حمایت هم... بکنید اگر دیدید ایران داره در حوزه کاری میکنه جامعه یه جاهایی متاثر از فشار اقتصادی متاثر از محدودیت ها متاثر از نبودها، ها کمبوت ها و امثال اینها سرخورده میشه کلافه میشه عصبانی میگه اصلا لعنت به تجهیزاتی که اینا دارن ازش حرف میزنن و این موشکا و این بودجه ها و این کارا ای که آقا او امنیته اگر نباشه او امنیت ها اگر نباشه به خدا این لعنت ها هم نمیتونی بفرستی این لعنت ها تو بر صغیر و کبیر این سیستم اگر فوش میدی تو این امنیت هست اینا چیزایی که باید کمک کنیم جامعه بفهمش جامعه اینا رو باید بفهمه چرا چون شرایط جهان ما جهانی است که شرایطی که به صلاح خود ما میتواند قابل تعامل باشد من طول نمیکنم. نمی کنم اگر نکته بود اگر بسی بود حتما در قالب پیام برای ما بفرستین کمک بکنید که برنامه ما با پیام های ارزشمند شما کامل تر بشه یکی دو تا نمونه از پیام های شما رو اگر فرصت بشه میخوام با هم دیگه بخونیم یه رفیقی گفته که گفته برنامه های خوبی دارید یه سری تعریف از من کرده آقای احمد ازش خیلی تشکر میکنم پیام های تعریف این روزها ما خیلی زیاد داریم و من از بابت همه دوستانی که من رو با پیام هاشون شرمنده میکنن تشکر میکنم گفته از طرف مردم قهرمان ایران یکی دیگه از دوستان ما گفته فاطمیون افغانستان زینبیون پاکستان هشت شبیه اراخ لبنان یمنی ها حماس فلسطین حسینین آذربایجان برای شما سربلندی و موفقیت رو میخوام ایشالله سلامت باشین دل تو شاد باشین من برای همه اینا که اسم بردید برای همه اینا که اسم بردید و برای اینکه بر تعدادشان افسوده شود بر تعدادشان افسوده شود آرزوی موفقیت دارم از خدا میخوام که بهترین ها پیش داری شما باشه یه پیام خیلی زیاد شد این چند وقت دوست من آقای علی هم گفته توی پیام خودش گفته که رسانه ملی و امثال شما نیاز داره و ای کاش شما تو این رسانه بودید بعد گفته که یه چیزی گفته حالا من نمیتونم نقداد درباره این رسانه رو خیلی نمیتونم بهش اشاره بکنم و درباره خودم من من اینجا دارم برنامه همو اجرا میکنم حالا من خیلی خوبه فضارم خیلی خوب میبینم و به نظرم همین همین مقدار و همین تیریبون و همین برای من خیلی عالیه ولی رسانه ملی باید برسه به اون نقطه که شن ایرانی هاست خیلی فاصله داره خیلی فاصله داره و اصلا تو یه سری از حوزه ها واقعا بد داره عمل میکنه فاجعه بار داره عمل میکنه بعد ما این همه سال گفتیم آقا اینا مثلا ماسانن نفوزی نفوذی ان فل بهایا توی رسانه ملی این که دیگه این سوپر افراطی الان تو این رسانه باید کار کرد باید کار کرد بعضی چیزا با حرف نمیشه با حرف نمیشه باید یاد گرفت باید مدل های مختلفو دید الگو های مختلفو دید من یک سال خورده پیش تو یکی از برنامه اومدم درباره رسانه ملی گفتم آقا برید مدل های مختلفو در دنیا ببینید خودم که دارم میگم مدل های مختلفو ببینید اگر مسئول این رسانه بودم میرفتم چهار تا مدل میدیدم الان میدونستم چیکار باید بکنم همون موقعش اون موقعی که این حرفو زدم اگر اونایی که مسئولان این رسانه هستن به این مسئله فکر میکردن روش تعامل میکردن به نظر من الان رسانه ما خیلی میتونه سوادیات بهتری داشته باشه چجوری فلان آقا محصول خودشو کالای خودشو یه جوری میفروشه پیام بازرگانیشو یه جوری میسازه که شما مثلا تا هفته بعد که نه تا سال بعدم اون تکی کلمه تو مخته اما مثلا رسانه ما نمیتونه این مدلی بازی بکنه باید فکر بکنی وقتی رسانه دستته با همه دوستا من اونی که پیج اینستاگرام داره اونی که اکانت توییتری داره اونی که تیریبون داره اونی که کانال تلگرامی داره اونی که مجری تو صدا و سیما وقتی میای میخوای کارتو شروع بکنی فکر نکن فعال رسانه‌ای هستی فکر کن تو فروشنده‌ای من اومدم میخوام جنسمو بفروشم چرا مردم جنس من نمیخرن چرا کم میخرن چرا خوشحال کننده نیست چیکار کنم که خوشحال کننده بشه چیکار کنم جنس من فروش بره جنس چیه جنس من کالایی که دارم ارائه میدم مقاومتی جنس تو کالایی که داری ارائه میدی ممکنه یه حرف فرهنگی باشه معلمه کالاش درسی که داره ارائه میده حالا اونی هم که تو مغازه نشسته کالاشون چیزه که این شکلی باید نگاه بکنی باید فکر بکنی کالایی در اختیار توست تفکر مقاومت حرفی که میخوای بزن اون این کالای در اختیار ساز از تو خواهش کردین رو بفروشی اگر این شکلی همونایی که در صدا و سیما هستن نگاه میکردن به مسئله الان وضعیت رسانی ملی ما نباید این شکلی می‌بود. من البته از خدا میخوام که ما منتظر ما شاهد به زودی اتفاقات خیلی خوب در این رسانه باشیم طول ترش نمیکنم اگر شما نکته‌ای داشتین بسی بود حتما در قالب پیام برای من بفرستید خاک پای همهی رفقا هستم خیلی مخلصم خیلی ارادت دارم وقتتون بخیر